سلام دوستان خیلی خوش اومدین به کانال آلمان فور من ارمغان هستم و با هم بوگن شماره 11 رو تمرین میکنیم سوال شماره یک "Welches فهلتن است beispielhaft هفت فیو چه رفتاری رفتار مثال زدنی و نمونه است برای سوال البته چند بار داشتیم فغاوز شاوندز دیگه اینو فکر کنم باید به ذهنتون سپرده باشین فقاوز شاوندس فرقن یعنی اون رانندگی که ما از قبل پیش بینی کارهای بقیه رو بکنیم فقاوز شاوند یعنی اینجا که نشستیم حدس بزنیم که اون آدمی که اون خیابونه ماشینی که از اون داره میاد و دو چرخ سواری که جلوی ماست چه, اک... چه رفتاری ممکن از خودشون نشون بدن Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche Veränderungen der Verkehrssituation. Ich beschränke die Verkehrsbeobachtung möglichst auf das direkt vor mir fahrende Fahrzeug. خیابون محدود میکنم تا جایی که بشه به ماشینی که جلوی من داره میره ich versuche die absichten anderer verkehrsteilnehmer möglichst frühzeitig zu erkennen من سعی میکنم تصمیمات بقیه کسانی که توی خیابون هستن و تا جایی که بشه به موقع بشناسم و بفهمم که خب یه کوچولو وقت میذارم براتون که خودتون که الان باید در اصل این سوال رو بتونین خیلی خوب جواب بدین جواب درست هستن گزینه یک و گزینه سه بشغنکن در رانندگی وجود نداره سال شماره دو و دویشت کن این گفیرلیش سیتویسیان انشده این. از چه طریقی میتونه یک وضعیت خطرناک پیش بیاد، به وجود بیاد؟ دویشت انگه شایطت بلایتونگ امتحاقه؟ از طریق روشن بودن چراخ های ماشین در روز؟ دویشت نیشت انگه پست گشفیندیش گرد؟ از طریق این که سرعت ما مناسب نباشه با وضعیت دویش لیگن گبلیبن از طریق ماشینهایی که خاموش وسط خیابون خاموش هستن حالا یا تصادف کردن یا خراب شدن یا هر اتفاقی که افتاده لیگن یعنی ماشینی که در حال حرکت بوده ولی الان وایساده وسط خیابون که این سآل باز قبلا داشتیم درست هستن نیست انگپست گشویندیشکت و لیگن گبلیبن فردزایگه ماشین هایی که موندن و سرعتی که مناسب نباشه چراغ اگر در روز روشن باشه که بیشتر وقتا هست خطری ایجاد نمی کنه غلت این اینم وون گبید رولت این بال فای ای فردزایگ وی موسن سن زی توی یک قسمت مسکونی یک توپ قل میخوره جلوی ماشین شما شما باید چه عکس عملی نشون بدین؟ برمزن ترمز کردن آوسوایشن اوسویشن یعنی وقتی که از زیر یه چیزی آدم در میره اینجا منظورش اینه که دستمون رو بدیم مثلا از کنار توپ رد شیم یعنی مثلا توپ اینجاست توپ اینجاست و ما از اینجا دستمون رو بدیم رد شیم وای تفاقن به راهمون ادامه بدیم که مسلما باید ترمز کنیم. سال شماره چهار وقوم موسنزی هیه بزند از فازیشتیش چرا اینجا باید به خصوص با احتیاط رانندگی کنید؟ ویل دی زیشت دوی دی کور و است به خاطر اینکه به خاطر پیچ دید ما محدوده weil die Fahrbahn glatt ist, به خاطر اینکه خیابون لیزه weil die Fahrbahn durch den falsch parkenden PKW verengt ist. به خاطر اینکه خیابون از طریق ماشینی که اشتباه پارک شده تنگ شده. که خب همه اینا درسته این ماشین اینجا توی پیچ پارک کرده و هم این که خیابون رو تنگ کرده هم این که دید ما رو روی این پیچ نیست و اینجا هم که برف و یخ و ایناست همه این سه موارد درستن سوال شماره پنج warum müssen sie hier besonders vorsichtig sein چرا اینجا باید به خصوص محتاط باشین به خصوص با احتیاط رو عنایی کنین weil beim bremsen erhöhte rutschgefahr besteht به خاطر اینکه موقع ترمز کردن خطر لیز خوردن هست weil das von links kommende auto vorfahrt hat به خاطر اینکه ماشینی که از سمت چپ داره میاد حق تقدم داره weil ein fahrzeug von rechts kommen könnte به خاطر اینکه از سمت راست یه ماشین میتونه بیاد یعنی از اینجا که جواب درست هستن اینجا به خاطر برگایی که روی زمین ریخته احتمال لیز خوردن هست اگر ترمز بخوایم بگیریم و اینجا با اینکه به نظر نمیاد یه خیابونه اینو میتونین از تابلویی که اسم خیابون رو زده متوجه بشین و اینجا هیچ علامت راهنمایی رانندگی نیست پس غیست فول هست یعنی اگر از اینجا ماشینی بیاد به شما حق تقدم داره ولی این ماشین شما بهش حق تقدم دارین. پس این ماشین مهم نیست ولی گزینه سه از اینجا ممکنه ماشین بیاد درسته. سوال شماره 6 Bitte startet das ویدیو um dich mit der Situation vertraut zu machen. لطفاً ویدیو رو روشن کن تا با موقعیت آشنا بشی. الان فکر کنم بار سومه که این ویدیو رو داریم توی این بوگنا امیدوارم که یادتون بیاد worauf müssen sie beim umschalten der ampel auf grün achten morenke چراغ سبز میشه باید به چه چیزی توجه کنید auf den fußgänger bei aber پیاده auf den gegenverkehr به ماشینایی که از رو به رو میان آفت از به موتور سوار که جواب درست هستن آفت فوس فوسگنگا و افت از به آبر پیاده و به موتور توضیح هم دوباره میدم که چرا اینجا وسط خیابون چراغ بر ما داره سبز میشه ولی این هنوز به اونور خیابون به پیاده رو نرسیده و موتورم از پشت ما اومد و الان اینجا قرار داره و احتمالا میاد که بره از ما جلو بزنه. ممکنه یه موقع نبینیمش. چرا از روبرو رو خطری برای ما ندارن ماشینا؟ برای اینکه این قسمت هستن، اصلا کاری به ما ندارن، هیچ ربطی به ما ندارن، اونا اینجا هستن. Wie verhalten Sie sich bei einer Tunneldurchfahrt richtig? رفتار درست موقع رانندگی توی تونل چیه؟ Ich präge mir Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notruftelefone ein. Man joye churujaye esterari va telefon ro bezehnam In einem Tunnel mit Gegenverkehr orientiere ich mich am rechten Fahrbahnrand. Tür tuneli ke az ro من دستمو تا جایی که بشه به راست خیابون میدم به راست جاده میدم ich fahre mit verringertem abstand damit ich mich an den schlussleuchten des vorausfahrenden fahrzeugs orientieren kann من با فاصله کم به ماشین جلویی حرکت میکنم که از طریق چراغ های اون بتونم بتونم اوریانتین یعنی بدون مثلا کجای جاده باید بره یه هوی وسط نره این منظورش همچین چیزیه اوریانتین که بدونم چطوری باید رانندگی کنم یا کجا باید رانندگی کنم این سوالم چندین بار داشتیم جوابهای درست هستن اینه که خروجی ها و تلفن های ضروری به ذهنمون بسپاریم و دستمون رو تا جایی که میشه بدین به سمت راست فاصله کم توی رانندگی هیچ وقت درست نیست. سال شماره هشت، 8 welche Auswirkungen kann کنزوم haben? چه عواقبی میتونه استفاده از حشیش داشته باشه؟ مصرف حشیش. Das Gefahrenbewusstsein kann abnehmen. آگاهی ما برای خطر میتونه کم بشه. یعنی جرأت ما زیاد بشه. Fehleinschätzungen von Geschwindigkeit und Entfernung können eintreten. Hm, Fehleinschätzung, ja, yani Adame, Adame, Tachmin. Adame, Tachmin, Sadane, Durust. Baroye, sorat war Fossele. Fehler bei der Verarbeitung von Informationen können zunehmen. مغز ما میتونه اطلاعاتی که بهش بر میرسه رو اشتباه برداشت کنه که همه این مسائل درست هستن. سوال شماره نو Was müssen Sie bei der Wahl ihrer Geschwindigkeit berücksichtigen? به چه چیزی باید موقع انتخاب سرعتتون توجه کنین؟ persönliche Fähigkeiten توانایای شخصی Farben

در چه مواردی شما اجازه دارین که از یک خاص بان از سمت چپ سبقت بگیرین؟ ون دی فا بان کین این بان شتراسه رچت نیبن دی شتراسن بان دوش اندره است اگر که خیابون که خیابون یک طرفه نیست کین این بان شتغاسه. از سمت راست کنار خیابون از طریق های دیگه مسدود شده باشه. یعنی سمت راستش ترسانبان و های دیگه پارک کرده باشن یا وای ساده باشن یا حالا توی پشت هم باشن مسدود شده باشه. همین کافیه. Wenn die Schienen zu weit rechts liegen، اگر که ریل های خیلی در قسمت راست جاده قرار... راست خیابون قرار گرفته باشن این این بانشت هست در خیابون های یک طرفه که جواب درست هست وقتی که ریل ها خیلی سمت راستن و توی خیابون یک طرفه سال شماره 11 بیتش تحت دست ویدیو ام دیش می سیتواتیون فتخات سمخن. ویدیو رو ببینیم ببینیم چه خبره احتمالا اینم قبلا داشتیم اوکی okay. ببینیم سوالات چی ان واقو یه زی شما اینجا باید چرا باید اینجا توقف کنین یا صبر کنین به خاطر ماشین قرمز گرونن به خاطر ماشین سبز ویگن دس رات به خاطر دوچرخه سوار فکر کنم اینجا بود دوچرخه سوار اگه اشتباه نکنم به خاطر سبز و دوچرخه سوار باز دوباره یه ویدیو هست که باز میکنیم و نگاه میکنیم سال شماره دوازده رو اوکی واقعا میسین یت بغمزن چرا باید الان ترمز کنین وگن دست ترانسپورت هست به خاطر این ماشینه Transporter wegen des Motorrads, به خاطر موتور سوار از اینجا با سرعت داره میاد بیرون. wegen der Radfahrerin, be خاطر دو چرخ سوار. که درستش هست به خاطر موتور سوار. Wie verhalten Sie sich? اینجا چه raftari انجام midin? Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten. سرعت هم پایین میارم و اگر که لازم شد توقف میکنم. Beschleunigt weiterfahren, weil der Gegenverkehr warten muss. با سرعت زیاد به راه هم ادامه میدم به خاطر اینکه ماشینی که از روبرو میاد باید وایسه. Weiterfahren und auf den Gehweg ausweichen. راه هم ادامه میدم و دستم رو میدم روی این پیاده رو این علامت معنیش اینه که حق تقدم با کسیه که از روبروی روی شما میاد اون کسی که این فایل غوتو داره این فلاش قرمزو داره یعنی که باید وایسه اگر برعکس بود قرمز اینور بود سبز اینور بود سیاه اینور بود یعنی اون باید میستاد

با اینکه سر این چهار راه علائم و تابلوهای رانندگی هستند چه چیزی اینجا درسته وس منظورش اینه که گلت یعنی اعتبار داشتن چه چیزی اینجا اعتبار داره دی فورفات رگلندن سایشن، علائم و تابلوهای راهنمای رانندگی دی Zeichen دس پلیسای بامتن علامت هایی که مامور پلیس میده دی ریگل رشتس فار لینکس قانون راست قبل از چپ که وقتییه پلیس اونجا وایستاده اول باید به اون توجه کنیم ان ولشن شتلن اون فورفرت ریگلند فرکرسزایخن گیلت دی ریگل رشتس فار لینکس در چه جاهایی که علائم و تابلوهای تابلوهایی وجود ندارند که نشون بدن حق تقدم با کیه قانون راست قبل از چپ اعتبار داره ان گروندشتوک an ان گروندشتوک اوسفتن Grundstück یعنی زمین معمولا یعنی زمین یه زمین خالی مثلا یا زمین شخصی یا خونه شخصی از خروجی زمین یا خونه ان شتراسن کرویتونگن و اینموندونگن سر چهار ها و خیابونا ام اند اینس فکر هست به رویگتن آخر یک قسمت مسکونی اون قسمت های مسکونی فکر هست به رویگتن اگه یادتون باشه گفتم این تابلوهای آبی رنگ هستن که عکس خونه و بچه و بازی و این چیزا روشه که اونجا همیشه هم باید شغیت گشبیندیکایت برین سرعت قدم ولی جواب درست این سوال هست گزینه دو Welches Verhalten است richtig؟ چه رفتاری اینجا درسته؟ این سوالم قبلا داشتیم دوبار Ich muss بلینکن باید راهنما بزنم ایشموس muss warten, باید سب کنم ده به پیکاوی موس ماشین زرد رنگ باید صبر کنه که باید میخوایم بریم سمت راست یعنی چاره دیگه هم نداریم این علامت یعنی فقط سمت راست میتونیم بریم باید ولی راهنما بزنیم و ماشین زرد رنگ هم باید صبر کنه سوال شماره 17 ویشس فرهالتن است ریختیش چه رفتاری درسته warten این سوالم قبلا داشتیم muss warten باید صبر کنم Der grüne PkW موس warten. ماشین سبز رنگ باید صبر کنه که در این مکان نوشته که اینجا خیابونیه که حق تقدم با ما نیست یعنی خیابون فرعی پس در نتیجه این خیابون اصلیه و همینطورم که این علامت نشون میده این, خیاب... این علامتی که این خط زخیمتر تر نشون میده که خیابون اصلی از اینجا به اونجا ادامه پیدا میکنه پس ایخموس وقت سال شماره 18 ووق آف ویس دیزیز فکرست زخیم این علامت یا این تابلو به چه چیزی اشاره میکنه؟ آف آیس گلته به, ری... به, لیزی خیابون از طریق یخ آف لوینن به بهمن ریزش بهمن auf شنیگلته به لیزی خیابون سر بودن خیابون که از طریق برف باشه که این دوتا گزینه اول و سوم هستن که درستن زی مشتن از انلیگا این از این زو که Fahrradstraße einfahren. شتراسه این Sie بس موسن سی دبای باختن. به عنوان کسی که توی این خیابون زندگی میکنین به چه چیزی باید توجه کنین وقتی که وارد این خیابون بشین تابلو این خیابون نوشته فقط شخصه یعنی خیابون بر مخصوص دو ها ان لیگ یعنی فقط کسایی که توی این خیابون زندگی میکنن اجازه دارن وارد بشن رد فکر دف نیشت به هندت مانعی برای دوچرخه سوارا نباید به وجود بیاریم فقیده dürfen نیب ننند فقن. دوچرخه ها اجازه دارن کنار همدیگه برن. فرطایگه دوفن نیشت شنلا از 30 کم هفرن. ماشین ها اجازه ندارن بیشتر از سی کیلومتر در ساعت رانندگی کنن توی این خیابون که هر سه گزینه درست هستن. سال شماره 20 Welche Maßnahmen tragen zur Umweltschonung bei? Tschek b) mohite Die Verwendung von Estevodas Klimaanlagen, Kuler, Leichtlaufölen, Roranojomono Leichtlaufreifen. تایر های مناسب که گزینه دو و سه صحیح هستند. خب دوستان رسیدیم به قسمت ب از بوگن شماره 11 سال یکش هست و تو فیوت دست هرن فون لاوتا موزیک فا علم میت اکستریمن بسن ایم آوتو گوش دادن به موسیقی بلند در ماشین بخصوص با باس های خیلی بلنگوهای خیلی قوی موجب چه چیزی میتونه بشه؟ دی آفمرکزمکت دس فاغاز وید احیبلیش به اینترشتیکت دقت راننده خیلی تحت تاثیر قرار میگیره یعنی کم میشه این در نیه زوش فاتسایگه فلیغن بلینده دی اوگینتیرونگ نزدیک همچین ماشین های اشخاص نابینا اوگینتیرونگ یعنی این حس راهیابی که اشخاصی که نابینا هستن این حس از دست میدن بلینده اکنن دادویش لیشتا دین فلاف ده فابان نابینا ها از این طریق راحتر تشخیص دن که خیابون از کدوم ور به کدوم ور ادامه داره که گزینه های یک و دو هستن که درست هستن سوال شماره دو نخدیم زی لنگ قطعید اف, آف اینا لنشتراسه اینم زیه لنگزم فارندن پیکا وی فالگن مستن کن زی اندلیش ایبرهولن وی فرحالتن زی سی سیش بعد از اینکه یه مدت طولانی توی یه لنشتراسه لنشتراسه گفتیم این خیابون خارج از شهر هستن که هنوز توی اتوبان نمیرن بعد از یه مدت طولانی که پشت یه ماشینی که آروم میره رانندگی کردین الان بالاخره میتونین سبقت بگیرین چه رفتار درست چیه؟ یا چه رفتاری انجام میدین؟ نختم ایباهولن بعد از سبقت گرفتن schere ich mit ausreichendem Abstand ein, um den anderen Fahrer nicht zu behindern. Fahre ich betont langsam, um dem anderen Fahrer die Auswirkungen seines Verhaltens zu verdeutlichen. بعد از سبقت گرفتن به خصوص آروم میرم از قصد یعنی آروم میرم تا به اون راننده نشون بدم که رفتارش چجوری بوده بغمزه ich kurz ab um den auf sein langsames کوتاه ترمز میکنم تا به اون راننده بگم که داره آروم رانندگی میکنه So, alle schon mal wie schnell dürfen Sie mit einem LKW mit einer zulässigen Gesamtmasse von drei Tonnen außerhalb geschlossener Ortschaften auf Straßen mit einem Fahrstreifen für jede Richtung höchstens fahren. So, با چه سرعتی اجازه دارین با یک کامیون که وزنش سه تن هست در خارج از شهر توی خیابونی که فقط یک لاین داره رانندگی کنین که جوابش هست 100 کیلومتر در ساعت سال شماره چهار ویدیو رو باید ببینیم دوباره لنچ خاصه یه همچین جاهاییه اوکی سوالا چی میگن واقوم میسن زی فادم لینکس اپ بیگن واتن چرا قبل از اینکه میخوایم بپیچین سمت چپ باید صبر کنین wegen موتوقت به خاطر موتور سوار wegen فقط، به خاطر دوچرخه وینگدس des به خاطر ماشین سفید که به خاطر موتور سوار هست چون ماشین سفیدم خودش میخواد بپیچه به سمت چپ و اگر موتور سوار پشتش نبود ما هیچ کدوم مانعی برای هم دیگه نداشتیم هر کی میتونست به مسیر خودش ادامه بده سوال شماره پنج فکر از فنک اینه که فکر یعنی اون قسمتی که میپره روی اختارهای رانندگی یعنی شما حتی اگر موزیک دارین گوش میدین باید این سیستم روشن باشه که هر وقت اختاری داره رادیو میده بپره دوباره روی رادیو چرا باید این روشن باشه weil der Verkehrsfunk über Staus informiert در مورد ترافیک ها خبر میده vor warnt. Ähm, اختار میده وقتی که ماشینهایی اشتباهی توی اتوبان اشتباهی هستند یعنی مثلا از اون طرف مقابل دارن میان weil der Verkehrsfunk bei فاگش vorgeschrieben ist. به خاطر اینکه قانون اینو اینطوری میگه که نباید ولی باید میبایستی که آدم این کار رو بکنه به خاطر اطلاعاتی که به آدم میرسه سوال شماره شیش وی فهلت نیزی زیش آف این اوتوبان بای دیزم فکر از توی یک اتوبان بعد از دیدن این تابلو چی کار میکنین؟ آفمکزم که ایهون فوازاگلیش ابشتند فکرسند دقتم رو بالا میبرم و برای احتیاط فاصلم رو بیشتر میکنم. می کنم. بایشتاو اف دن زیتن شتریفن وکسلن و دوت ویتا فرقن. اگر که ترافیک بود برم رو خط کناری و اونجا ادامه بدم به راه هم. بایشتاو اب برمزن و وان بلینک لیخت این اگر به ترافیک رسیدم ترمز کنم و چراغهای خطر یا همون اون چهارتا راهنمای خطرم رو روشن کنم که گزینه های درست هستن یک و سه توی زیتن اصلا هیچ،, هیچ وقت نباید رانندگی کنیم Für welche Fahrzeuge است از Befahren einer زو beschilderten Straße فبوتن برای چه وسایل نقریه ورود به همچین خیابونی ممنوعه فیر فرطایگه درن طولسیگ گزمت مسه توی تونن نیشت اوبرشخیتت برای ماشین هایی که وزن کلیشون از دو تن بیشتر نیست فیر فرطایگه درن طولسیگ Achslast 2 تنن überschreitet, برای وسایل نقلیه ای که وزن مجازشون وزن مجاز روی این مهورشون از دو تن بیشتر میشه فیو فرزایگه درن تاتسیشلیه اکسلاست 2 تنن اوبرشرایتت برای ماشین هایی که وزن واقعیشون روی محور از دو تن بیشتره برای اونایی که وزن واقعیشون بیشتره Welche Fahrzeuge dürfen in die so gekennzeichnete Umweltzone einfahren? چه وسایل نقلیه اجازه دارن توی همچین مناطقی وارد بشن؟ Krafträder, Motorsikletter, Kraftfahrzeuge mit einer grünen Feinstaubplakette. Ähm, was sollen nach Leo Moschinoike in Plakate Saps Rango daran? Kraftfahrzeuge, die die Anforderungen an eine grüne Feinstaubplakette erfüllen, auch wenn keine solche Plakette angebracht ist. همه ماشینایی که شرایط گرفتن همچین برچسب سبزی رو دارن ولی بهشون زده نشده که گزینه سه درست نیست اگر که شرایطش رو دارن باید هم زده باشن ولی این دو مورد اجازه دارن یعنی موتور ها و ماشینایی که این برچسب رو دارن میتونن وارد بشن وغن کنس لیگن وندی دی شایبن نیشت مر زاوبر ویشن اگر که برف پاک دیگه تمیز نکنه شیشه رو دلیلش چی میتونه باشه اول فیلم آفت شایبه اینکه یک لایه روغنی روی شیشه باشه شایبن ویشا بلتا زند این که این چیزای برف پاک کن خود برف پاک خراب شده باشه Scheibenheizung ist defekt. اینی که بخاری مخصوص شیشه خراب باشه که گزینه یک و دو میتونه باشه چون اگر که شیشه, شیشه اگر که بخاری باشه که از تو هستش دیگه فقط بخار تو رو نباید ببره ولی اگر برف پاک کن باشه این دو مورد بالا دقت کنید سوال شماره ده سوال شماره ده Welchen Vorteil bringt die Nutzung einer Geschwindigkeitsanlage Tempomat für den Fahrer eines Kraftfahrzeugs? چه خوبی استفاده از um, Tempomat in Systemi ke سرعت رو محدود میکنه یعنی بهش میگین که اینجا میخوام فقط پنجا برم و بیشتر از اون نمیشه سرعت شما. Der Tempomat entlastet den Fahrer bei der Fahrzeugbedienung. این تمپومات یک رانندگی رو برای راننده راحتتر میکنه. Hält eine eingestellte Fahrgeschwindigkeit auf ebener Fahrbahn konstant. یک سرعتی رو که بهش دادیم یک سرعتی رو که اونجا بهش دادیم توی یک خیابون صاف نگه میداره منظم پست دی گشویندیشکایت ان دی فکیاز دیشت ان سرعت رو به وضعیت خیابون تطبیق میده که درست هستن گزینه های یک و دو سرعت رو متاسفانه تطبیق نمیده ولی نگه میداره خب دوستان ام بوگن شماره 11 به پایان رسید فکر میکنم این بوگن براتون خیلی باید راحت تر شده باشه خیلی سآلهای تکراری بود خوشحال میشم بنویسین که آیا این سآلها رو تونستین بشناسین و به تنهایی جواب بدین یا نه و خیلی خوب میشه اگر سوالایی که میشناسین یا سوالایی که من میگم قبلا بوده قبل از اینکه من جوابا رو بگم استاپ کنین و سعی کنین خودتون اول جوابا رو بدین و بعد کنترل کنین ببینین که چقدر یاد گرفتین خیلی ممنون خیلی ممنون از همراهی شما و تا بوگن بعدی